تصادف، نوشته سیمین دانشور. بدبختی ما از وقتی شروع شد که صدیق خانوم همسایه دیوار به دیوارمان ماشین خرید و با دستکش سفید و عینک سیاه پشت فرمان نشست. صبح که از خانه در آمدم دیدمش، تعارف کرد که سوار بشوم. بین که سوار بشوم اشهدم را به پیشبینی حوادث آینده خواندم که از 2 بعد از ظهر همان روز شروع شد. به خانه که آمدم زنم بخ کرده بود. جواب سوالهایم را کوتاه می دم. آره یا نه؟ همان زنی که هر وقت به خانه می آمدم می گفت گوش کن، می خواهم گزارش امروز را بدهم. چه گوش کنی چه نکنی حرفهایم را می زنم. پس آبروی خودت را نبر و گوش کن. و اخبار را می داد که هر قدمی که برداشته بود حادثه آفریده بود و صدیق خانم همچنین کرده بود و همچنان کرده بود. اما آن روز زنم یک رفتار آدم ماشینی را داشت. نهار را آورد که در سکوت خوردیم. برای اولین بار سیگاری روشن کرد و ناشیانه به دهان گذاشت و گفت راست بنشین، می خواهم چیزی به عرض آقا برسانم. راست نشستم و بند دلم پاره شد. گفت باید یک ماشین برایم بخری و خودت میدانی که خواهی خرید. گفتم عزیزم چرا به تقلید هنرپیشه ها تو فیلم های دوبله حرف میزنی؟ گفت خودت را به کوچه علی چپ نزن. ماشین را کی میخری؟ گفتم جانم تو که رانندگی بلد نیستی. گفت از صدیق خانوم تحتوی کار را درآوردم. خرج تمرین رانندگی تا تصدیق بگیرم 500 تومان است. آن را از اداره گداییت مساعده بگیر. اگر ماشین را قسطی بخریم صرفه ندارد، اما اگر چکی بخریم 32,000 تومان است. دست دوم ارزانتر است ولی آن هم صرفه ندارد. می افتد به روغن سوزی و هی باید ببریم تعمیرگاه. تو هم که ماشاءالله یک قدم برای زنت بر نمی داری. خودم دم به دم باید ببرم و گردنم رو کج کنم و کلاه سرم بگذارم که ماشین نو بخرد. دوباره شد همان زن همیشگی. شروع کرد. راستش همه عمرم از زن وراج و اشتهادار و زنی که صاحب دندانهای سالم باشد خوشم می آمد و نادره را به همین علت گرفته بودم. البته وقتی من گرفتمش نادره بود. سر عقد به اصرار خودش اسمش را عوض کردیم و گذاشتیم نادیا. گفتم زن میدانی که 32,000 تومان به زبان آسان است؟ از کجا چنین پولی در بیاورم؟ تو که میدانی حقوق من فقط به خرجمان میرسد. یک شاهی پسنداز نداری. با 2 بچه کودکستانی و این همه خرج عیاب و زها. از زبانم در رفت. اما دیگر کار از کار گذشته. زنم گفت بله آقای عزیز، من برای همین خرج عیاب و زهاب ماشین میخواهم. تو را صبحا میبرم اداره و ظهرها بر میگردانم. بچه ها را میبرم کودکستان، کلی از خرجمان کم میشود. گفتم زن، عقل از سرت پریده؟ یکی نان نداشت بخورد، اتاق برای پیاز خالی میکرد. گفت اتاق که داشت، اتاقش را گرو میگذاشت جانم. ما هم میتوانیم خانه را گرو بگذاریم. آدم اگر تو این دنیا فقط یک ماشین داشته باشد همه چیز دارد. ناسلامتی در بانک کارگوشایی هستی و راه و چای کار را بلدی. گفتم زن، تمام دار و ندار ما همین خانه است. تو که نمیدانی پدرم با چه خون جگری این خانه را سرهم کرد. گروش که گذاشتیم پول از کجا در بیاوریم؟ از گرو درش بیاوریم. گفت تام و خدا کریم است. آب دهانش را فرو داد و گفت ببین عزیزم، از تو کاخ خواستم، سفر اروپا خواستم، تو حتی یک عروسی درست حسابی برایم نگرفتی. آرزوی لباس سفید و تور سفید به دلم ماند. فکری کرد و ادامه داد یادم است سرما خورده بودم، گفتم برایم یک پالتوی پوست بخر. گفتی عزیزم قرص بخور و لب ورچید. برای آنکه به گریه نیفتد گفتم بگذار کمی استراحت بکنم، بعد فکرش را میکنم ببینم چه میشود کرد.
شاید یک ماشین قسطی برایت خریدم. گفت قسطی بی قسط. آن وقت می شویم بنده قسط. بنده مصرف که هستیم. بنده قسط هم می شویم. این حرف ها حرف های خودش نبود. از سر صدیق خانوم هم زیاد بود. یعنی زیر سر زنم بلند شده بود. یعنی زنم خدایی نکرده زبانم لال. گفت چرا رفتی توی فکر؟ فکر خانه را هم نکن عزیزم. زرگنده هم شد جا. آن هم با این غروب های دلگیر. خدا پدرم را زنده نگه دارد، اما او که عمر نوح نمی کند. آخرش نخلستان های بهمنی نصیب من می شود. یک خانه حسابی در جاده پهلوی می خریم. فکرش را کردم زعفرانیه یا پشت باغ فردوس. زنم تحفه اهواز بود. عید سال 40 با رفقا رفته بودیم اهواز. دیدنی های شهر را همان روز عید دیدیم و شبش ماندیم معطل که چه کنیم. دل به دریا زدیم و رفتیم سینما. یک ردیف دختر مدرسه‌ای جلوی ما نشسته بودند. هی برمیگشتند و ما را ورانداز می‌کردند و کرکر می‌خندیدند. غیر از نادره سال 40 و نادیای فعلی که اصلا برنگشت. ما فیلم را ندیدیم. نه ما و نه دختر مدرسه ها. بعد از سرود و اعلان پپسی و تیغ خودتراش داشتند قسمت هایی از برنامه آینده را می دادند که ناگهان نمایش فیلم را قطع کردند. چراغ ها روشن شد و بعد از چند لحظه از نو سرود زدند و اعلان. این جریان قطع فیلم و همه چیز را از نو نمایش دادن سه بار تکرار شد. بار سوم نادره از جا پا شد و شعار داد، می گفت مسخره بازی در آوردید. هیچ جای دنیا برای هیچ چیز تازه واردی همه مقدمات فیلم را که از نو شروع نمی کنند. صدایش شبیه صدای یکی از گوینده های آشنای رادیو تهران بود یا ادای آن گوینده را در می آورد. درد سرتان ندهم. ما هم شیر شدیم و با دختر مدرسه‌ای ها هورا کشیدیم و سوت بلبلی زدیم. سینما به هم ریخت. همه امان را پیاده بردند کلانتری. در کلانتری هم افسر کشیک و هم مرا خاطرخواه خود کرد. معلوم شد هر بار که فیلم از نو شروع می شده به خاطر گل روی کسی بوده از شهردار و فرماندار و یا ریاست شهربانی که آمده بود. به زنم گفتم بهتر از کاغذی به پدرجانت بنویسی و بگویی علل حساب که ترکید. حالا گریه نکن که گریه. برای آنکه آرامش بکنم گفتم خب آمدیم و ماشین را خریدیم. توی این خانه فسقلی بی گاراژ ماشین را کجا میگذاریم؟ اشکایش را پاک کرد و گفت میدانستم میخری. تو مرد خوبی هستی، فقط ترسویی. فکر جای ماشین را هم کردم. یک زنجیر میخرم، ماشین را شبها به تیر چراغ برق جلوی خانه من میبندیم. تیر اول برای ماشین من، تیر دوم برای ماشین صدیقه خانم. سه هفته طول کشید تا تسلیم شدم. دیدم ناخوش می شود، از خورد و خوراک افتاده بود. پشت پنجره رو به کوچه اتاقمان می ایستاد و با حسرت به اتومبیل صدیقه خانم نگاه می کرد و آه می کشید. از اداره 500 تومان مساعده گرفتم و زنم رفت تمرین رانندگی و پس از آن نوبت تصدیق گرفتنش رسید. یا به قول خودش گواهی نامه رانندگی. به دستور والده یک کتاب مفاهیم الجنان خریدم و سر تا تهش را ورق زدم. بلکه دعایی پیدا کنم برای خنگ شدن اشخاص در موقع تمرین یا رد شدنشان در امتحان رانندگی. معلوم است که همچین دعایی نه در مفاتیح الجنان و نه در هیچ کتاب دعایی دیگری وجود نداشت. خود والده ختم قرآن برداشت و به علاوه نذر کرد که اگر این شیطانی که به اسم ماشین در جلد زنم رفته دست از سرش بردارد یک سفره ابوالفضل بیاندازد. اما معلوم بود که این نوع شیطان را با هیچ تلسمی نمیشد از میدان بدر کرد، چرا که زنم در امتحان آیین‌نامه قبول شد. خودش میگفت که تمام سوالهای تست را علامت درست گذاشتم. جناب سربان خوشش آمد. به من گفت خانم شما تمام آفتاب جنوب را ذخیره کردید. آخر زنم سبزه تند بود.
و بعد جناب سروان از زنم پرسید اگر برف باریده باشد و جاده یخ زده باشد و در سرازیری ترمز کنید و نگیرید چه می کند؟ جواب دادم آقای محترم، در چنین هوایی ماشین نازنینم را از گاراژ رسم بیرون نمی آورم. جناب سروان دست گذاشت روی دلش و قاه قاه خندید. در امتحان سنگچین هم قبول می شد. می گفت اکبر آقا صاحب فلوکس واگن، فلوکسی که به آن امتحان دوباره فلوکسی که با آن امتحان می دادم سر پیچ را یک لکه جوهر چکانیده بود. به لکه جوهر که رسیدم پیچیدم و با یک میلیمتر فاصله از خط 5 تومان انعامش دادم. داشتم کم کم به نظر و نیاز مادرم امیدوار می شدم، چون که زنم در امتحان توقف ماشین میان میله ها 3 بار رد شده. بار اول میله ها را درب و داغان کرده بود. بار دوم خوب تو آمده بود اما نتوانسته بود بیرون بیاید. بار سوم با جناب سروان دعوایش شده بود. البته این جناب سروان غیر از جناب سروان آفتاب جنوب بود. جور و واجور جناب سروان وجود داشت. به یکی از جناب سروانها در توقف ماشین میان میله ها گفته بود کوتوله، به علت قد کوتاهت کمپلکس داری و مردم را بی جهت رد می کنی. اینجور معلومات را از رادیو تهران کسب کرده بود که از صبح تا شب بغل گوشش باز بود. جناب سروان هم امتحان 4 رومش را انداخته بود به 2 هفته بعد. به حکم از این ستون به آن ستون فرج است، از خوشحالی روی پای بند نبودم. اما امتحان 4 روم را قبول شد. نوبت رسید به امتحان در شهر. 6 بار رد شد. بار اول موقع حرکت علامت نداده بود. بار دوم در آینه نگاه نکرده بود. بار سوم ترمز دستی را نکشیده بود. بار چهارم از جناب سروان گول خورده بود و به دستور او 1 قدمی 4 را توقف کرده بود. بار پنجم از یک ماشین دیگر سبقت گرفته بود، با سرعت و انحراف به چپ. بار ششم هر چه کرده بود نتوانسته بود ماشین را روشن بکنه. بار هفتم لابد معجزه شده بود که قبول شد. خانه رو گرو گذاشتم و 35 تومان قرض گرفتم و قسط بندی کردیم که لابد تا الالعبد ماهی 500 تومان از حقوقم کسر کنند. اگر در تمام دنیا یک اتومبیل دارید انگار همه چیز دارید. این را زنم میگفت. روز اول صبح زود پا شد و کفش و کلا کرد و ماتیک بنفش مالید و روسری سفید با خال بنفش سر کرد و عینک سیاه زد و دستکش سفید. بغل دستش نشستم و بچه ها پشت سرش. دستور داد بیستند و تماشا بکنند و رو به اداره من راه افتاد. بس که بی خودی در آینه روبرو نگاه کرد و به شوفرهای تاکسی و اتوبوس و عابران پیاده، مخصوصا به خانمهای چادری متلک گفت و مسخرهشان کرد، سر معده‌ام شروع کرد به سوزش. تا به اداره برسم تمام دل و روده‌ام در هم شده بود و دلم دردی گرفته بود که نگو. ربع ساعت تأخیر داشتم و زخم معده هم تهدیدم میکرد. بعد ظهر آمده بودن دنبالم. ناگزیر سوار شدم. قلبم شروع کرد به سرعت گرفتن. انحراف به چپ را که از اول داشت اصلا کلن سر چهارراه خیابان استانبول دست چپش را در آورد که علامت بدهد. مردک لاتی مچ دستش را محکم گرفت. اول شبیه شوفرها که نه، شبیه شاگرد شوفرها به مردک لیچار گفت و شنید و بعدش خواهش کرد و تمنا که دستم را ول کن و آخرش افتاد به التماس و مردک می گفت تو دیگر کار کجا هستی؟ چراغ سبز شد و راه ما باز شد. اما مگر مردک دستش را ول می کرد؟ زنم دلداریم می داد که خونسرد باش عزیزم، از این اتفاقات در رانندگی می افتد. ماشین های پشت سر ما بوق می زدند که نگو، انگار می‌خواهند بروند بمب اتم را از نو کشف بکنند و مردک دست زنم را ول نمی‌کرد.
و من دلم شور ساعتش را میزد که هر چند کار نمیکرد اما طلا بود. اما اینکه پیاده شوم بابا مردک گلاویز بشوم، والا چرا که ماشین های از بغل گوشم مثل برق میگذشتند و من آدمی هستم که حتی از ماشین های متوقف میترسم که مبادا ناگهان را بیفتم. چون وظیفه خود می دانست که حتما مرا به اداره برساند و برگرداند و نمی شد که این احساس وظیفه شناسی را از سرش بیاندازم. تمام اعضای بدن مرا خطر تهدید می کرد. به علاوه رگ غیرتم دائما بایستی می جنبید و من یا نمی گذاشتم به جنبد و یا حالش را نداشتم. و از همه مهمتر اینکه کسر خرج داشتم. انقدر این در و اون در زدم تا توانستم مأموریتی برای خودم دست و پا کنم و رفتم دشت میشان. نامه‌هایش همه پر بود از وقایع رانندگیش. همه آنها را دارم و الان جلورویم است. نوشته بود: عزیزم، دیروز رفته بودم نادری لباسهایم را بگیرم. لباسهایم را دادم رنگ بکنند. میدانم که تا مدتی از لباس نو خبری نیست. از حقوق تو هم بابت تأخیرهای ماهی گذشته 45 تومان و 3 ریال کسر کردن. خاک بر سر گدایشان بکنن. خب گفتم که رفته بودم نادری، بالای دیوار سفارت پارک کردم. نه جلو ماشینی بود نه عقبم. لباسهایم حاضر نبود. گفتم بروم سری به مغازه ها بزنم. تو پاساژ یک بلوزهای حراج می کردن. حالا تل هم مد شده. تل یک نیم دایره است از پارچه و پنبه. برای راننده ها خوب است. می گذارند روی موهایشان و بنابراین موهایشان پریشان نمی شوند. لباسم را گرفتم و برگشتم. یک کادیلاک دراز جلوی ماشین من پارک کرده بود و یک فولکس مردنی هم عقبش. دل به دریا زدم و پشت فرمان نشستم. نمیدانم چه کردم که سپر جلوی من از دست راست وصل شد به سپر عقب کادیلاک از دست چپ و سپر عقب من قفل شد در سپر جلوی فولکس. حالا مگر میشد ماشین را تکان داد؟ پا شدم آمدم بیرون. مدرسه ها تعطیل شده بود و پسرهای نرقول مدرسه های آن حوالی ریخته بودند تو خیابان. هر کدامشان متلکی بارم میکرد. یکیشان میگفت: بانو دلکش، یک دهن برای من بخوان. جلوی اتومبیل یک آقای بقاعده رو گرفتم. آقایی پیاده شد و آمد کمک. گفت که بد جوری سپر در سپر شده. دوتا لنگ به دوش را صدا کرد و آنها هم دوتا عمله گیر آوردند و با یک علی مدد چهار نفری فولکس را از روی زمین بلند کردند و با فاصله زیاد از پژوی من روی زمین گذاشتند. نمیدانم چطور شد. زیادی عقب آمدم و زدم به فولکس. ماشین که نیست، مقواست. مچالهش کرد. البته کارتم را در آوردم و رویش آدرسم را نوشتم و گذاشتم روی شیشه جلو. خدا کند صاحب فولکس سراغم نیاید. نامه بعدی. عزیزم، صاحب فولکس پیدا نشد. صدیق خانم میگوید باورش نشده که آدرس درست داده باشی، چرا که هیچ احمقی چنین کاری نمی کنه. پریروز هم دست گلی به آب دادم، اما به خیر گذشت. از عباس آباد می آمدم. دیدم همه ماشین هایی که از مقابل می آیند برایم چراغ می زنن. خیال کردم سلام و علیک می کنن. من هم به علامت جواب برف پاکن هایم را به راه انداختم. حالا نگو راه بسته بود. سر چهار راه فهمیدم. حالا با چه زحمتی دور زدم و برگشتم. تو که نمیدانی، رانندگی که نکرده ای. بس که دور را عظیم گرفتم، زدم به یک فولکس که بی خودی توی جاده ایستاده بود. حالا نگو این فولکس خاموش کرده بود و اینکه من بهش زدم روشنش کرد. اما من که نمیدانستم. دل تو دلم نبود. خسارتش را از کجا می آوردم می دادم. به هر جهت سر چهارراه قصر که رسیدم، چراغ قرمز بود. پهلوی صاحب فولکس ایستادم. آقاه شیشه را پایین کشید. گفتم ای دل غافل، الان است که خسارتش را از من بخواهد.
اما آقاهی گفت خیلی متشکرم. شستم خبردار شد که چه شده. مبادی آداب گفتم تمنا می کنم. ما راننده ها باید به همدیگر کمک کنیم. وقتی به مقصد رسید می فهمد چه بلایی سرش آوردم. اما فردا دیگر خیلی دیر شده. نامه دیگر. راستی عزیزم، مجبور شدم در خانه کودتای مختصری بکنم. آن میزی که رویش شیشه بود و شیشهش دم به دم می شکست و آن صندلی راحتی تو و آن قالیچه دم دری را که دیگر اسقاط شده بود فروختم به 360 تومان. می دانی یک روز یادم رفت ترمز دستی را بخوابانم و با ترمز دستی کشیده شده رفتم ورامین پیش خاله جان تو. منت سرت نمی گذارم. برای آن رفتم که جهتیابی و دست به فرمانم خوب بشود. لنت و یاتاقانم سوخت و 350 تومن خرج روی دستم گذاشت. مأموریتم تمام شد و به تهران برگشتم. می دانستم خانه را مسجدی خواهم یافت. کودتاهای زنم خطرناک بود و حسی به نام حس جهتیابیم اصلا نداشت. برای اینکه حس جهتیابی پیدا بکند شخصا خیلی زحمت کشیدم. اوائل رانندگیش یک نقشه تهران برایش از اداره کش رفتم، اما از نقشه به هیچ وجه سر در نیاورد و فهمیدم که جهات اربعه را نمی شناسد. سعی کردم با آفتاب و حرکت آن دست کم شمال را یادش بدم. با دستهای باز رو به شمال ایستاندمش و گفتم حالا دست راستت به طرف مشرق است و دست چپت به طرف مغرب. روبرویت شمال و پشت سرت جنوب، به همون ترتیبی که خودمان در کلاس ششم ابتدایی یاد گرفتیم. گفت عزیزم شب که آفتاب نیست، به علاوه روزهای ابری چه کنم؟ قضیه شب را با دب اکبر حل کردم، اما او از هیچ دبی سر در نمی آورد، نه اکبر و نه اسخرش. برایش توضیح دادم که قبله رو به جنوب است و بنابراین مساجد شمالی جنوبی ساخته می شوند. اما زنم به عمرش نماز نخوانده بود. توضیح دادم که در کلیساها رو به شرق است، اما در همه خیابانها که کلیسا نبود. عاقبت خواستم کنجکاویش را تحریک کنم. نمی دانم کجا خوانده بودم یا شاید شنیده بودم که مورچه ها سوراخ ها و لانه هایشان را رو به شمال می سازند. شاید هم از خودم درآورده بودم. از این یکی خیلی خوشش آمد، اما نه برای رانندگیش. همینطوری هر جا می رفتیم رد مورچه ها را می گرفت و می گفت رو به شمال می روند، چرا که لانه هایشان رو به شمال ساخته شده. یک قطب نمای رزمارا برایش خریدم. بس که با آن بر رفت از کار انداختش. به خانه رسیدم. زن و بچه هایم از لاغری به عنکبوت و دوک مانند شده بودند. توضیحات زنم درباره خرابی‌های ماشین آنقدر فنی شده بود که از سرم زیاد بود. مثلا میگفت بلبورین که رفته بود در سگدس یا برعکس و سیم دلکو که پاره شده بود و دینام که برق نمیداد و صفه کلاچ که تاب برداشته بود و همینطور بگیر و برو بالا. زنم بچه‌ها را به کودکستان می‌رساند و بعد برمیگشت و یک شلوار آبی به سبک آمریکایی پا می‌کرد و سطل پلاستیک قرمزی که خریده بود پر آب می‌کرد و گرد رخشویی اضافه می‌کرد و دستکش لاستیکی دست می‌کرد و می‌افتاد به جان ماشین و حالا نشوی کی بشوی. آواز هم می‌خواند. مهارتش از ماشین پاک‌کن‌ها هم بیشتر شده بود. همچین اتومبیل را برق مینداخت که صورت خودت را در آن می‌دیدی. یک رادیو هم برای اتومبیل خریده بود. از فروش بادبزن برقی سر سیاه زمستان چه احتیاجی به بادبزن برقی داشتیم و حالا کوتاه تابستان و از این چیزها. حسابی باهاش دعوا کردم. حتی خواستم کتکش بزنم، اما همچین لاغر می نمود و چشمهایش دو دو می زد و پیراهن رنگ کردش چنان به تنش زار می زد که دلم سوخت. باز به فکر دست و پا کردن مأموریت جدید افتادم. بس که دوندگی کردم و شاید هم از قصه از پا افتادم و خانه خوابیدم. زنم در پرستاریم سنگ تمام می گذاشت.
والده صبحا از راه دور میکوفت و میامد و برایم آش میپخت و شبها زنم میبرد میرساندش و وقتی میامد با کلید ماشین بازی میکرد و توضیح میداد که از کدام راه ها رفته و از کدام ماشین ها جلو زد و چه متلک هایی شنیده. یک شب دیر کرد. چنان دلم شور زد و شور افتاده بود که نگو. ساعت 9 تلفن زنگ زد. صدای زنم از آن طرف سیم انقدر وحشت زده به گوش می رسید که دلم سوخت. گفت عزیزم نترس، هیچ طوری نشده ها، اما تصادف کردم. گفتم تصادف؟ گفت بله. گفتم با کی؟ گفت با یک افسر راهنمایی. گفتم افسر راهنمایی؟ خدایا، دنیا پیش چشمم سیاه شد. از تمام دنیا آدم با افسر راهنمایی رانندگی تصادف کند، مگر می شود از پس اینها برآمد؟ گفت نه با خودش ها، با موتورسیکلتش. هرچه پول تو خانه است بردار، با تصدیقم تو قوطی چرخ خیاطی است، بیار کلانتری توپخانه. طرف حرف از 3000 تومان می زند. مثل داشها لباس پوشیدم، کراوات قرمز زدم و کت جیر پوشیدم و کلاهم را کج گذاشتم و وارد کلانتری شدم. درجه تبم 39 بود، اما زنم می گفت ورودت به صحنه عالی بود عزیزم. گفتم آقایان، مگر زنم چه کرده؟ قتل عمد کرده؟ زنم گوشه ای روی نیمکت نشسته بود و همچین ترسیده و رمیده و بدبخت به نظر می آمد که دلم آتش گرفت. به دیدن من براق شد و گفت به خدا اصلا تقصیر من نبود. پاسبان توی گزارشش نوشته مادرت را که رساندم برگشتنی جلوی وزارت بهداری مجبور به توقف شدم. راهبندان بود، چرا که آقای برژنوف با همراهانش رفته بودند شیر و خورشید سرخ. این آقای استوار به درجه های مرد نگاه کردم، سروان بود. زنم ادامه داد اسکورت آقای برژنوف بود، باید دنبال ایشان می رفته. چرا باید موتور خرسانه‌اش را وسط خیابان پارک بکند؟ وقتی عبور آزاد شد یک بارکش شهری پیچید جلوم و من هم کشیدم به سمت چپ و خوردم به موتور آقا. اگر بدانی مردم چه بلایی سرم آوردند، نزدیک بود تک تکم بکنند. بادمجان دور قابچین هایی را که خودشان آورده بودند برای آقای برژنوف دست بزنند و هورا بکشند. هی میگفتند بانو دلکش. حالا بانو دلکش حرف خوبشان بود. انقدر حرف های بد به هم زدند و زدم به گریه. جناب سروان گفت ما هستیم و موتورمان، صاحب اصلی خیابان ها هم ما هستیم، هر جا دلمان بخواهد پارک میکنیم. و خانوم هم که بی تصدیق رانندگی می کرده. اوه 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 جرمش. حرف سرمان را قطع کردم و تصدیق زنم را از جیبم در آوردم و جلوی چشم سرمان گرفتم. تصدیق را قاپید و من ترسیدم با او گلاویز بشوم. اصلا از رانندگی و افسر راهنمایی کلن می ترسم. دست خودم که نیست. زنم گفت مرحبا به غیرتت، تصدیقم را که با خون و دل گرفته بودم از دست دادی. و زد زیر گریه. افسری جلو آمد که گزارش پاسبان دستش بود. گفت صلح کنید و آقا شما آنچه را شکسته و خرد شده بخرید و بدهید به جناب سروان و جناب سروان هم تصدیق خانم را پس بدهد. قبول کردیم. زنم پشت فرمان نشست، دستش می لرزید. من بغل دستش نشستم و جناب سرمان هم پشت سرمان و تمام مغازه های یدک فروشی خیابان چراغ برق را زیر پا گذاشتیم تا توانستیم تلق جلوی موتور و چراغ جلو و دسته نو گیر بیاوریم. و تمام وقت زنم جناب سرمان را نصیحت میکرد که چرا انقدر به فکر ظاهر قضیه و نونواری ماشین و براقی آن است. می گفت عمده آن چیزی است که در سر آدم است، از عقل و شعور. این شق و رقی به چه دردی می خورد؟ حتی می گفت خاصیت ملل عقب افتاده این است که افسرها یراق و زرق و برق دارند و زنها هم منحصرن به سر و وضعشان فقط می رسند. و واکسی و تاکسی و آرایشگاه و مشروب فروشی تو این کشورها خیلی بیشتر از کتاب فروشی است.
لالایی خوبی بود، اما حرف زنم نبود. پلاک علامت کارخانه را نتوانستیم پیدا کنیم. موکول شد به صبح روز بعد. صبح تبم بریده بود و با زنم و جناب سروان رفتیم و تمام اوراقچی‌های خیابان امیرکبیر را زیر پا گذاشتیم و پلاک پیدا نشد که نشد. جناب سروان می گفت تا پلاک را پیدا نکنیم تصدیق زنم را نمی دهد و زنم قسم خورد که می رود پیش تیمسار. گفت طبق گزارش پاسبان شما می بایستی دنبال آقای برژنوف می رفتید. رنگ جناب سروان پرید. تصدیقش را پس داد. 200 تومان خرجمان شده بود. اگر زودتر این تهدید را کرده بودیم و اگر از اول رفته بودیم پیش تیمسار، این 200 تومان هم از کیسه ما نرفته بود. از پا نشستیم تا باز مأموریت گرفتم و این بار رفتم بندر شاه. نامه های زنم مختصر و غیر مفید بود این دفعه. نه از اتومبیل حرفی می زد و نه از کودتای تازه‌ای در خانه که انجام داده بود. کم کم امیدوار شدم که عشق ماشین از سرش افتاده است و زندگی ما به روال سابق خود خواهد برگشت. کاغذهای پر آب و تابی برایش نوشتم. از آن شب توی کلانتری در اهواز نام بردم و اینکه یک شنبه مرا عاشق خود کرده بود و از صبح آن روز که در بلوار کنار راه آهن قدم می زدیم در مورد کتاب مورد علاقه‌اش صحبت کرد و اینکه روز عقد کنان لباس آبی پوشیده بود و فوراً بله را گفت و آخوند را معطل نکرد که 3 بار خطبه را بخواند. کم کم در نامه هایم به فکر بچه سومی افتادم و حتی قدم بالاتر گذاشتم و از فروش اتومبیل حرف زدم و گفتم با این وصف چند تا قسط جلو خواهیم بود. زنم ناگهان سکوت کرد. تلگراف زدم که قبول است یا نه. جواب آمد که سلامتیم نقطه نادیا و با سکوت. مرخصی گرفتم و به تهران آمدم. سر سراح زرابخانه یک ماشین سخت تصادف کرده بود که آن را در سراح زرابخانه برای نمایش گذاشته بودند. ماشین خرد شده بود. با وجود این شناختمش. هجوی زنم بود. لابد تا حالا زنم مرده بود. بله، کسی که اتومبیلش به این روز میافتد لابد یک جای سالم در تمام بدنش نیست. از راننده ماشین کرایه پرسیدم از کی تا حالا این پژو اینجاست؟ گفت 1 ماهی میشود. پرسیدم نمیدانید چه بر سر راننده اش آمده؟ نمیدانست. تا به خانه برسم نصف عمر شدم. در زدم. زنم در را باز کرد. سر تا پا سیاه پوشیده بود و تور سیاه ها را هم روی سرش انداخته بود. پرسیدم کی مرده؟ والده؟ بچه ها؟ گفت نترس، هیچ کس نمرده. پرسیدم پس چرا سیاه پوشیدی؟ از سر سیری گفت تصادف سختی کردم. از فرعی آمدم به اصلی، زدم به یک جناب سرهنگ. صدایش صدای خودش بود و ادای هیچ کس را در نمی آورد. نه ادای گویندگان رادیو تهران و نه ادای هنرپیشگان فیلم‌های دوبله را. گفتم با این حال نفهمیدم چرا لباس عزا تن کرده ای؟ گفت 1 ماه است جناب سرهنگ مریض‌خانه خوابیده. بیچاره از سر تا پایش باندپیچی شده. هر روز می‌روم بیمارستان ارتش رضایت بگیرم. تازه 1 چشمش را باز کردند. همین الان از بیمارستان آمد. به سرهنگ گفتم بیوه زنم و شوهرم تازه مرده و به همین علت لباس سیاه پوشیدم و تور سیاه انداختم تا دلش بسوزد و رضایت بدهد، وگرنه خدا عالم است که چند هزار تومان باید خسارت بده. رفتیم توی اتاق. پرسیدم بچه ها کجا هستن؟ گفت خانه صدیق خانوم هستن و راست میگفت. رفت آوردشان. فردا صبح باز زنم لباس سیاه پوشید و تور سیاه انداخت و بچه ها را هم لباس سیاه پوشانید و این 2 تا طفل مسلم جلو انداخت و به سراغ جناب سرهنگ به بیمارستان ارتش رفت. به بچه ها سپرد که تا چشمشان به جناب سرهنگ افتاد گریه و زاری بکنه، اما ابداً و اصلاً حرفی نزن. مرخصی من داشت تمام می شد و از قراری که زنم می گفت حال جناب سرهنگ هم رو به بهبودی بود.
و حالا هر دو چشمش را باز کرده بود و با پاهای خودش رفته بود توالت و زنم بسیار خوشحال بود. شب آخر مرخصیم بود. خواستم از نو موضوع بچه سومی را مطرح کنم که زنم براق شد و گفت راست بنشین. میخواهم مسئله‌ای را به عرض آقا برسانم. بند دلم پاره شد. واقعا خرید یک ماشین دیگر از من ساخته نبود. گفت میدانی جانم، من ضد دوام و بقای زندگی زناشویی هستم. ازدواج از اداهای بورژوازی است. این حرفها حرف زنم نبود. حرف جناب سرهنگ هم نمیتوانست باشه. حرف صدیق خانم هم مطلقا نبود. حرف کسی بود که از مصرف و قسط و ملل عقب افتاده و تاکسی و واکسی و زرق و برق افسرها و زنها اطلاع داشت. دل به دریا زدم و گفتم خیال داری از من طلاق بگیری؟ لبخندی زد و گفت بله خوب فهمیدی و خودت میدانی که طلاقم خواهی داد، پس آبروی خودت را نبر و زودتر دست به کار شو. ادامه دادم میخواهی زن مردی بشوی که از بورژوازی حرف زده؟ گفت نه، او اهل ازدواج و این حرف ها نیست. پرسیدم خیلی وقت است که با او آشنایی؟ و خون خونم را میخورد. گفت نه، فقط چند بار خانگی صدیق خانوم دیدمش. پرسیدم پس طلاق میخواهی چه بکنی؟ از من میگذرد ولی بچه ها که بدبخت میشوند. گفت این دیگر به خودت مربوط است. دعوای من شد و سر سفره زنم را حسابی کتک زدم و بچه ها این دو طفل مسلم گریه میکردن. انقدر گفت و نوشت تا از خیر مأموریت گذشتم و باز به تهران آمدم و طلاقش دادم. 3 ماه و 11 روز بعد زنم با لباس سفید و تور سفید با جناب سرهنگ عروسی کرد. بچه ها نصیب والده شدند و من ماندم و کله خشک خودم با قسط‌های بانک کارگشایی و جناب سرهنگ هم ادعای خسارتی هم نکرد. خب دوستان، این بود داستان تصادف، نوشته که سیمین دانشبر، نویسنده بزرگ ایرانی. متشکر میشیم اگر ما رو سابسکرایب کنید، حتما اون زنگولی کنارش رو بزنید تا ویدیوهای بعدی اون براتون بیاد و بتونید ببینید. لطفا ما رو به دوستان کتابخونتون معرفی بکنید. اگر پیشنهادی هم دارید منت بذارید، لطفا توی کامنت ها حتما برامون بنویسید که توی مسیر راهمون بسیار به ما کمک میکنه و بسیار بسیار متشکر و سپاسگزاریم از اینکه بیننده و شنونده کانال خودتون کتاب من هستید.